قدرت یکی از ویژگی هایی که داره اینه که خیلی منطقی جلوه میکنه و آدم رو کور و کر میکنه. در مقام نقدش دیگه به این سادگی کسی بر نمیاد. با قدرت پوشالی قدرتها فکرها رو تسخیر کردن. یادتون باشه من مردم، بیاد سر قبر من این روزه رو بخونید. بگید فلانی میگفتش که امام حسین کربلا نرفت شهادت طلبی خودش و یارانش رو نشون بده. شهادت طلبی برای خودش و یارانش امر طبیعیه. امام حسین رفت تو کربلا به شما یه چیزی رو نشون بده. قدرت فاسد وحشی هایی میتونه درست بکنه که نعل تازه به اسباشون زدن رو بدن حسین تازوندن. آدم ها رو به این حد از رزالت بتونه برسه. امام حسین نرفت تو کربلا علی اصغر شهید بده. برای این خانواده هزاران برابر بیشتر از این هم طبیعیه. امام حسین هرمله رو خاص به ما نشون بده. ببینید چی میشن؟ قدرت چی کار میکنه؟ ما انشاءالله جلو همشون وای میستیم. ما نباید بذاریم تعیین کننده ترین عامل طاغوت باشه. ما قدرت الهی رو باید مجسم بکنیم. قدرت ها تعیین کننده زمان هستن. ما میخواییم قدرت دین رو برگردونیم. یه اون وقت قدرت دین باشه که تعیین کننده است در ویژگی های زمان. ما میخواییم قدرت امام زمان رو برگردونیم. ما زمان رو تغییر خواهیم داد.